مسعود پزشکیان، جراح قلب، حافظ نهج البلاغه، ترک زبان، مجرد و با کاپشن فشن مردانه در تابستان آمد. او در هفته مهر 1333 در مهاباد به دنیا آمد. در مصاحبه‌ای گفته که پدر و مادرش اهل آذربایجان هستند، اما بعضی منابع پدر او را آذری و مادرش را کرد معرفی کردند. او از کودکی به هر دو زبان ترکی و کردی صحبت می‌کرد. دوران ابتدایی را در مهاباد گذراند و سپس در سال 1352 برای خدمت سربازی به زابل در استان سیستان و بلوچستان منتقل شد. در همان زمان به پزشکی علاقه‌مند شد و پس از اتمام خدمت سربازی در سال 54 دیپلم علوم تجربی گرفت و در سال 55 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پذیرفته شد. پزشکیان گفته است که بعد از انقلاب 1357 و قبل از اجباری شدن حجاب، او در دانشگاه علوم پزشکی مقررات پوشش یعنی پوشیدن روسری، مانتو بلند و شلوار را تعیین کرده است. در زمان جنگ ایران و عراق مسئول اعزام تیم‌های پزشکی به جبهه ها بود و به عنوان رزمنده و پزشک فعالیت می‌کرد. او در سال 64 دوره پزشکی عمومی را تمام کرد و به عنوان مربی فیزیولوژی در دانشکده پزشکی شروع به تدریس کرد. در سال 69 تخصص جراحی عمومی را از دانشگاه علوم پزشکی تبریز گرفت و در سال 72 فوق تخصص جراحی قلب را از دانشگاه علوم پزشکی ایران دریافت کرد. سپس در بیمارستان قلب شهید مدنی تبریز استخدام شد و بعدها رئیس این بیمارستان شد. پزشکیان در دوران دانشجویی عضو انجمن اسلامی دانشجویان بود و با همسرش فاطمه مجیدی که پزشک متخصص زنان بود آشنا شد و در زمان انقلاب فرهنگی از او خواستگاری کرد. او در سال 1373 همسر و یکی از فرزندانش را در حادثه رانندگی از دست داد و بعد از آن هرگز ازدواج نکرد و سه فرزند دیگرش را به تنهایی بزرگ کرد. پزشکیان استاد جراحی قلب و عروق دانشگاه علوم پزشکی تبریز است. او بین سالهای 73 تا 79 رئیس این دانشگاه بود. در دوره وزارت محمد فرهادی ما بین سالهای 1379 تا 1380 پزشکیان معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود. قبل از سال 1380 او بین فعالان سیاسی شناخته شده نبود. در کابینه دوم سید محمد خاتمی به عنوان وزیر بهداشت از مجلس رأی اعتماد گرفت. انتصاب او به وزارت بهداشت باعث استعفای بعضی از مدیران وزارتخانه شد. از جمله غلامرضا انصاری در نامه او را شایسته وزارت ندانست. او در دوره وزارتش با مشکلات دارویی، تعرفه‌های پزشکی و سفرهای خارجی روبرو بود و مورد استیضاح قرار می‌گرفت. اما با کسب اعتماد مجدد مجلس در سمت خود باقی ماند. با آغاز دولت احمدی نژاد پزشکیان دو سال از سیاست دوری کرد و سپس در سال 1386 به عنوان نماینده آذربایجان شرقی به مجلس رفت. او در اعتراض به برخورد پلیس با اعتراضات پس از انتخابات 88 نطقی تند داشت که توسط حداد عادل رئیس وقت مجلس به بی‌انصافی متهم شد. این مردمه، با مردم باید مثل مردم برخورد کرد و مثل انسان برخورد کرد. انصاف رو باید مراعات کنیم. صدا و سیما باید انصاف رو مراعات بکنه. پزشکیان در دوره نهم مجلس شورای اسلامی و در دوره دهم مجدداً از حوزه آذربایجان شرقی وارد مجلس شد و در هر دو دوره عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بود. در دوره دهم اصلاح طلبان پذیرفتند به شرط نایب رئیسی پزشکیان و علی مطهری از علی لاریجانی برای ریاست مجلس حمایت کنند. پزشکیان در انتخابات هیئت رئیسه به عنوان نامزد فراکسیون امید شرکت کرد و با کسب 158 رأی نایب رئیس اول مجلس شد که این سمت را تا سال 1399 عهده‌دار بود. در دوره دهم مجلس شورای اسلامی او نایب رئیس اول مجلس شد. در همین دوره او طرح عرضه مواد مخدر توسط دولت را برای مقابله با اعتیاد مطرح کرد و خواستار خارج شدن اعتیاد از جرم انگاری و معرفی آن به عنوان یک بیماری شد که این موضع با مخالفت پلیس مواجه شد.
پزشکیان در 21 اردیبهشت سال 1392 و در آخرین روز ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری ایران با حضور در وزارت کشور در این انتخابات نام نویسی کرد. اما از نامزدی انصراف داد. او دلیل این انصراف را ثبت نام اکبر هاشمی رفسنجانی اعلام کرد. پزشکیان در مجلس دهم رئیس فراکسیون ترک زبانان شد و اعلام کرد هدف این فراکسیون رفع مشکلات و توسعه مناطق ترک نشین است. او در اسفند سال 94 در جلسه مجلس گفت از اینکه خدا مرا ترک آفریده شاکر هستم و هیچ کس حق ندارد زبان و فرهنگ ترک ها را مسخره کند. مسعود پزشکیان در انتخابات 12 دوره مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و ابتدا توسط هیئت اجرایی انتخابات رد صلاحیت شد. دلیل رد صلاحیت او عدم التزام به جمهوری اسلامی اعلام شد که بعداً توسط شورای نگهبان رد شد و صلاحیت او تایید گردید. او خود تایید صلاحیتش را به دستور رهبر جمهوری اسلامی دانست و گفت رهبری با این کار او را مدیون خود کرده است. وی در این دوره با کسب 95993 رأی به مجلس راه یافت. پزشکیان در آخرین روز ثبت نام نامزدهای انتخاباتی انتخابات ریاست جمهوری 1400 برای 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرد، اما در نهایت توسط شورای نگهبان رد صلاحیت شد. پزشکیان که در آن زمان نماینده مجلس بود از شورای نگهبان خواست دلایل رد صلاحیتش را اعلام کند. او در نطقی در مجلس که با اعتراض نمایندگان مواجه شد و آن را دشمن شادکن خواندند گفت اگر قرار است گروهی حرف بزنند اجازه بدهید طرف مقابل هم حرف خود را بزند. اگر قرار است عده‌ای در قدرت باشند بگذارید همه باشند. کشور مال همه است، نه مال دسته یا گروهی خاص. مردم پشت سر ما حرفهای خوبی نمیزنند و ما مقصریم. وی در روز شنبه 12 خرداد 403 با حضور در وزارت کشور برای انتخابات ریاست جمهوری دوره 14 ثبت نام کرد و در 20 خرداد صلاحیت وی توسط شورای نگهبان احراز شد. پس از اعلام نام نامزدهای نهایی، جبهه اصلاحات او را به عنوان تنها نامزد خود معرفی کرد و سید محمد خاتمی و حسن روحانی رؤسای جمهور پیشین ایران از او حمایت کردند. پزشکیان در دوره نخست انتخابات به دلیل اینکه نتوانست 50% آرا را به خود اختصاص دهد، او و سعید جلیلی به دور دوم انتخابات رفتند. در مرحله دوم انتخابات که در 15 تیر برگزار شد، پزشکیان با کسب بیش از 53% آرا از کل آرای مخوزه به عنوان نهمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد. پس از تایید نتیجه انتخابات، پزشکیان در آرامگاه روح الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، حضور یافت. او همچنین با سید علی خامنه‌ای، سید محمد خاتمی و رقبای انتخاباتیش دیدارهایی داشت. پزشکیان از هواداران باشگاه فوتبال تراکتور تبریز است. او همچنین مدرس قرآن و نهج البلاغه است. علاوه بر فارسی، به زبانهای ترکی، آذربایجانی، کردی، عربی و انگلیسی تسلط دارد. آقای مسعود پزشکیان و همسرشان 4 فرزند داشتند. یکی از فرزندانشان دختر و 3 دیگر پسر بودند. یکی از پسرانشان به همراه مادر، یعنی همسر آقای پزشکیان، در سانحه تصادف درگذشتند و در حال حاضر او تنها 1 دختر و 2 پسر دارد. نام دختر او زهرا و نام پسرانش یوسف و مهدی است. هیچ یک از فرزندان دکتر پزشکیان رشته پزشکی را به عنوان رشته تحصیلی خود انتخاب نکردند و در عوض در رشته‌های شیمی، فیزیک و برق ادامه تحصیل دادند و شغلی متفاوت از شغل پدر و مادر خود انتخاب کردند. دختر او مدرک کارشناسی ارشد شیمی خود را از دانشگاه شریف تهران دریافت کرده و در شرکت جمع مشغول فعالیت است. برای ایران شعار انتخاباتی پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری 14 که در این انتخابات او پیروز شد و نهمین رئیس جمهور ایران لقب گرفت.